سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا با شما خواهم بود در ساعت پیش رو 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، یک بعد از ظهر آفتابی در واشنگتن. نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران. خروج ارز از کشور در چمدان و ورود ارز به کشور در چمدان، ارزهای مردم، درآمدهای نفتی که در پی تحریم آزاد شدن بخشی از تحریم ها یا برکناری برخی از تحریم ها به ایران رسیده، توسط چه کسانی به خارج از ایران منتقل شده است؟ بخش بزرگی از درآمدهای ارزی ایران. مسئولان جمهوری اسلامی در این زمینه چه کسانی را متهم می سازند؟ آن سوتر در عرصه برنامه اتمی جمهوری اسلامی چه می گذرد؟ اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنگره این کشور. جان کری جمهوری اسلامی را متهم ساخته است که با حمایت از حوتی های یمن باعث ناآرامی و اغتشاش در این کشور شده است. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی دیدار با امیر قطر در واشنگتن گفت مجازات های اقتصادی و فشار علیه سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه از سوی واشنگتن همچنان ادامه خواهد یافت. و خبرهای دیگر، آنچه که مربوط به ایران و مردم ایران در منطقه و عرصه بین المللی می شود بررسی خواهیم کرد در گفتگو با آقای اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار در لندن، و آقای کریم عبدیان، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای رمضان‌پور در لندن. سلام آقای چالنگی عزیز و سلام به بینندگان عزیز تفسیر خبر. به شما آقای عبدیان عزیز نیز در واشنگتن سلام میگم. سلام به شما آقای چالنگی و بینندگان شما. آقای رمضان‌پور، مطمئناً در جریان اخبار هستید و به دقت آخرین خبرها در این زمینه. این ماجرای خروج از چمدانی ارز که آقای الیاس نادران مطرح کرده، نیروی انتظامی گفته ما در جریان نیستیم، و بعد واکنش های مختلفی. الان امروز هم خبرگزاری رویترز گفته یک مقداری از ناقابل 1 میلیارد دلار، چون رقم ها خیلی بالاست، از عراق و این طرف اون طرف با چمدون وارد ایران شده. قضیه چی هست و چرا این پرونده های فساد مالی که اعلام شده، از بابک زنجانی بگیرید تا بیاد، همین اواخر هم گفتن 6500 میلیارد تومان حیف و میل شده، از بانک ها گرفته شده، ولی پیگیری نمیشه. قضیه چی هست؟ این پرونده ها سرانجامی پیدا نمی کنن و این تجارت چمدانی یا ورود و خروج از در چمدان؟ خب واقعیت اینه که باید این مسئله به قول شما خروج چمدانی ارز رو از اون چیزی که در واقع بهش میگیم مسئله فساد و اختلاس به یک معنا جدا کنیم، اگرچه به هم دیگه ارتباط دارن. جدا هست به این معنا که این اقدام بخشی از فعالیت سازمان یافته ایه که دولت در ایران هم در حال حاضر ناگزیر هست انجام بده و هم از سالهای آخر دولت آقای احمدی نژاد
شروع شد، یعنی به این دلیل که آقای احمدی نژاد میگفت این تحریم ها ورق پاره است، به آن چیزی که در این تحریم ها بود توجه نمیشد. یکی از نکاتی که در این تحریم ها بود این بود که عملا نقل و انتقال پول در بسیاری از موارد به ایران و از ایران به خارج از کشور حتی از طرف دولت محدود میشد، که این محدودیت ها در موارد زیادی هنوز هست. بخشی از این محدودیت ها مطلقه، یعنی کاملا ارسال پول و یا دریافت اون ممنوعه و در بعضی از موارد هم باید با کنترل صورت بگیره. در هر دو مورد، چه در اون مواردی که در واقع نقل و انتقال ممنوعه، چه در اون مواردی که باید با کنترل صورت بگیره، دولت ایران الان حداقل اون چیزی که در گزارش ها گفته میشه نزدیک به 4 سال هست که به طور سازمان یافته به صورت پول نقد، یعنی دلار یا حتی طلا، اموالی رو از ایران خارج میکنه و یا در مواردی به ایران وارد میکنه برای اینکه از سیستم خودش در واقع سیستم رسمی استفاده نشه. به این معنا این مسئله مرتبط هست به مسئله فساد و اون اینه که این سیستم عملا دست رو برای هر گونه فسادی، چه در درون سیستمی که این کار رو انجام میده و چه در بیرون از اون، یعنی کسانی که از این پول برخوردار میشن، باز میکنه. نمونه بارز اون همونطور که شما اشاره کردید آقای زنجانیه که نمونه از کسانیه که دولت در واقع به اون یک کارت سبز داده برای اینکه به طور غیرقانونی پول خارج کنه از کشور، نفت خارج کنه از کشور و یا پول خارج و وارد کنه. بنابراین میشه گفت که این شرایط فساد رو حکومت ایران آگاهانه انتخاب کرده. این شرایط فساد رو حکومت ایران آگاهانه انتخاب کرده. طرف آخر آقای رمضان‌پور، آقای عبدیان، تحلیل شما رو درباره این حرف میشنویم. والا معلوم نیست اینها چقدر حقیقت داره، این مسائلی که اتفاق میفته، ولی حقیقت این هست که تحریم ها روی ایران تأثیر زیادی گذاشته و بازرگانان ایرانی هیچ راهی ندارن برای، یعنی از دولت و از درون هیچ راهی ندارن که امورشون رو انجام بدن، کارهای بازرگانی بکنن. بنابراین طبیعی هست که به این به خارج از ایران رو میارن و عراق و کشورهای منطقه. به نظر من این مسئله جدیدی نیست و تازه‌ای نیست و باید انتظار این رو داشت. یعنی میفهمید که این نقل و انتقال پول در چمدون اونم به این حجم یه چیز طبیعی و فقط در زمینه بازرگانی هست؟ خب راه دیگری ندارد. یاده شما اگر دبی بروید ببینید که به نحوی این کار انجام میشه، حالا نه با چمدان، ولی تمام صرافی ها دارن به این کار مشغول هستن، به انواع مختلف پول میفرستن به ایران و خارج میکنن. و الان عراق با وضعیتی که عراق داره، یعنی تقریبا به طور کلی در دست ایران هست و مرزها رو نیروهای ایرانی کنترل میکنن و راه دیگری نیست. اینکه اگر پول نقد نباشه، با توجه به تحریم های اقتصادی و بانکی که موجود هست، راه دیگری موجود نیست. ولی مسئله اصلی به نظر من این هست که در حالی که سپاه پاسداران و نیروهای ایرانی در مرزها مستقر هستند، آیا با اطلاع یا بدون اطلاع اینها این همه پول از یک کشور، از مرزهای بین المللی یک کشور به کشور دیگه میره؟ این مورد سوال. خب برحال دید که واقعا بازرگانان تا چند اندازه میتونن، یعنی میلیارد دلار رو در چمدون کدوم بازرگان هست که صاحب چنون پولیست. آقای عبدیان بر این نظر هست که چاره جز این نیست و این یه روال عادی بازرگانی است در شرایطی که تحریم هست به این شکل. آقای رمضان پور، تفسیر شما رو میشنویم. شما اما گفتید که این یک شیوه سازمان یافته حکومتی هست در ایران.
حجم پولی که جابجا می‌شده، بنابر اخباری که ما قبلا داشتیم، خود آقای جهانگیری اشاره کرده بود به حجم جابجایی که در دوره آقای احمدی نژاد صورت گرفته بود، و هم این مسئله جابجایی اخیر که اگرچه آقای نادران به عنوان طیف مخالف دولت اون رو مطرح کرده و نقل قول اون مستقیما نمیتونه سند باشه، ولی با توجه به اینکه مقامات دولتی تکذیب نکردند و از بعضی از سخنان معاون بانک مرکزی هم میشه استنباط کرد که به طور تلویحی اون رو تایید کرده، میشه گفت که این جریان از طریق دولت همچنان ادامه داره. بعید هست که این حجم از پول نقد، چه وارد کردنش چه خارج کردنش، بدون اطلاع دولت امکان پذیر باشه. اون بخشی که بازرگانان معمولا انجام میدن در این حد نیست، و البته اون هم بخشی از همین سیستمی هست که به نظر من اشاره کردم آگاهان انتخاب شده، یعنی وقتی که دولت خودش میپذیره که وارد مواجهه بشه در قطعنامه‌ای که اون قطعنامه راه رو برای نقل و انتقال ارز از یعنی پول از طریق سیستم بانکی بین المللی میبنده، معنای اون این هست که این انتخاب کرده که از طریق پول در واقع نقد و انتقال غیرقانونی اون عمل کنه. همینجا در لندن ما مواردی داشتیم که در واقع در بسیاری از فعالیت‌ها که مربوط به دولت ایران بوده پول نقد میومده و پول نقد توضیح می شده. بنابراین مسئله محدود به یه تعداد بازرگان نیست که این کار رو انجام بدن. تا وقتی که دولت نتونه این در واقع از طریق مذاکرات و یا و حالا چه برداشتن کامل تحریم ها چه حداقل برداشتن بخشی از اونها، امکان مبادله در آزاد رو از طریق سیستم بانکی بین المللی فراهم بکنه، به نظر میاد که این مسیر اجتناب ناپذیر هست و تنها کاری که دولت ها میتونن بکنن اینه که اون رو بیارن به یه طریق شفاف، اون هم نمیتونن انجام بدن، برای اینکه اگر ذکر بکنن اون وقت مستندی خواهد شد برای اینکه از طریق کنترل بین المللی روی اونها فشار بیاد. بنابراین اینی که میگم دولت ایران آگاهانه این زمینه فساد رو انتخاب کرده، منظورم نوع سیاستیه که در واقع رهبری جمهوری اسلامی انتخاب کرده، که حالا اگر در ادامه بحث مسئله فساد در داخل مطرح شد به اون هم خواهیم پرداخت که این چه پیامدهایی در سطح داخلی در گسترش فساد داره. این زمینه رو حکومت ایران انتخاب کرده. آقای رمضان‌پور معتقد هست و یادمون نره که یه طرف مهم تجارت با ایران چین هست که چندان به پول نقد نیازی نیست در معاملاتش. اشاره کرد آقای رمضان‌پور به آنچه که آقای جهانگیری معاون رئیس جمهوری اسلامی گفته در عرض 7 ماه اگر اشتباه نکنم 22 میلیارد دلار از کشور خارج شده آقای عبدیان، یعنی در دوره احمدی نژاد. به هر حال این زمینه فساد انگیز هست، زمینه ای که شما اشاره کردید یا چنین نیست، زمینه ای که به وجود اومده ناشی از سیاست اتمی جمهوری اسلامی. آقای عبدیان. بله دقیقاً شما ببین در مورد مذاکرات اتمی یکی از موارد فاکتورهایی که مورد مناقشه هست و مسئله زمان، یعنی زمان جدول زمانی است برای رفع تحریم ها. اگر اینو نگاه بکنید که چقدر حکومت جمهوری اسلامی روی این پافشاری میکنه، یعنی اینکه در 2-3 هفته که مونده تا یا یک ماهی که مونده ظاهرا ایران گفته است که روزی که این قرارداد نهایی امضا بشه مثلا 24 ماه مارس باید همون روز تحریم ها برداشته بشه، در حالی که طرفای مقابل آمریکا و متحدینش میگوین نه، یک جدول زمانی رو به ایران تقدیم کردن که 6 ماه و 1 سال و غیر است. منظور من این هست که این نشون میده که چقدر حکومت تحت فشار هست و این قاچاق ارز و پول و اینها در همین رابطه است. منم موافقم با آقای رمضان‌پور که نه فقط جمهوری اسلامی بلکه تمام سفارتخونه هاش رو در تمام دنیا
بسیج کرده است که به این امر کمک کنند، چون معتقدم همونطور که گفتم این تنها راهیست که ایران میتونه در این شرایط به حیاتش ادامه پیدا بکنه. مسائل دیگری که در ایران میتونه به حیاتش ادامه پیدا کنه یا منظور حکومت ایران؟ خب به هر حال حکومت ایران در این شرایط، در این شرایط کاهش پول قیمت نفت و تحریم های اقتصادی و بانکی و غیره، تحلیلگرای مختلف میگویند که امکان ادامه حیاتش موجود نیست، یعنی که یک انفجاری از درون خواهد شد. بعضیا اسم این رو میذارن انقلاب پابرهنه ها یا انقلاب گرسنه ها یا هر چیز، ولی این واقعیت دارد، یعنی که اونهایی که تخمین زدن که بودجه ایران الان از پول نفت با قیمت فعلی فقط میتواند و نه تمام شاید 80% حقوق کارکنان دولت را بدهد. بنابراین هیچ پولی، هیچ بودجه دولت برای هیچ کاری ندارد. خب تا کی میتواند ادامه پیدا کند؟ و اینکه از طرف دیگه واردات مواد غذایی و چیزهایی که احتیاج هست خب میبایست وارد بشه. خب اینها هست که به نظر من گفتم بازرگان ایرانی مجبور هستن این مواد رو وارد بکنن و مجبور هستن پول نقد بدن. البته این موردی که شما میگین فقط به اصطلاح این مورد نیست. شما میدونین که در چند سال گذشته کامیون‌های پر از شمش‌های طلا از خارج برده شده به ترکیه و به عراق و به سوریه و به آذربایجان. بله بله، بنابراین این در همون رابطه. بله خب آقای رمضان پور اشاره کردید به این که این زمینه فساد انتخاب شده است توسط حکومت. برخی معتقد هستند که گروهی یا گروه‌هایی در ایران هستند که وضعیت موجود، همین وضعیت تحریم‌ها بنبستیک در مذاکرات اتمی هست و باعث ادامه تحریم‌ها میشه، به سود گروه‌هایی در ایران هست، گروه‌های حکومتی، و خواهان ادامه این وضعیت هستند، سود می‌برن از نظر اقتصادی. تا چه اندازه این بازتاب واقعیت جاری در عرصه سیاسی ایران هست؟ به نظر من این واقعیت داره، به این دلیل که در حال حاضر الان شما نگاه کنید حجم اقتصاد ایران رو این بازرگانانی که به اونها اشاره میشه، بازرگانان مستقلی که کار در واقع صادرات و واردات میکنن، انقدر هم تعداد اونها هم حجم مبادلشون اندک هست که تقریبا میتونیم بگیم در برابر کل مبادلات در ایران رقم قابل توجهی نیست. بخش عمده ای از اون چیزی که توسط دولت در حال حاضر صورت میگیره به صورت کاملا رانتی، یعنی در واقع به صورت انحصار ویژه واگذار میشه به گروه هایی که انجام میدن، و هرچه شرایط مبادله امنیتی تر بشه مثلا شرایط تحریم، این رانت ها به طور خاص اختصاص پیدا خواهد کرد به گروهی خاص. مثلا وقتی آقای زنجانی میاد به عنوان یک نمونه از این گروه که در حال به زندان افتاده، ولی خب بسیاری از اونها فعالیت میکردند و هنوز هم فعالیت میکنن و هیچ نامی هم از اونها برده نمیشه، این گروه از میان کسانی برآمدند که نزدیک بودند به سیستم حکومتی ایران، نزدیک بودند به دولت ایران، نزدیک بودند به طور خاص به سپاه پاسداران، و در حال حاضر هم همونها هستند که در واقع این کار را انجام میدن. یعنی دولت ایران درسته که وزیر عوض شده و بعضی از مدیران عوض شدن، ولی عملا بخش عمده ای از کاری که انجام میده دولت در مبادلات خارجی خودش توسط همون کسانی انجام میشه که پیش از این انجام میشده. بنابراین اون گروهی که در شرایط تحریم دولت ایران خودش رو روز به روز به اونها متکی تر کرده، اونها از این شرایط استقبال میکنن، برای اینکه شرایط باز، شرایط در واقع برداشته شدن تحریم، شرایطی هست که امکان مشارکت رو گسترده تر میکنه. یک طبقه اجتماعی وجود داره که از نظر کارایی بین تجاری بسیار کارآمدتر از گروه هایی هست که در حال حاضر وجود دارن. بنابراین من فکر میکنم که این گروهی که قدرت رو و به ویژه قدرت مالی رو در حال حاضر در ایران به دست دارن، چندان امیدوار نیست، یعنی
استقبال نمی کنند از اینکه تحریم ها برداشته بشه و اونها فقط به دنبال این هستن که تحریم ها تا حدی فشارش کمتر بشه که بعضی از نقل و انتقالاتی رو که اونها به طور خاص تا سالهای آخر دولت آقای احمد نژاد میتونستن انجام بدن اون رو بتونن انجام بدن و همونها هم هستن که در واقع به نظر من به میزان زیادی دست و پای آقای خامنه‌ای رو بستند از این که در واقع واقعا اون اراده خودش رو برای حل مسئله هسته‌ای بتونه در واقع اول خودش باور بکنه و بعد ابراز بکنه، برای اینکه در سیاست داخلی متکی به همین گروه ها در داخل ایران هست آقای خامنه‌ای. بنابراین من فکر میکنم که تردید جدی وجود داره در اینکه آیا واقعا این گروه ها برداشتن تحریم رو ازش استقبال میکنند یا اینکه ادامه اون در یک شرایط کمی نرمتر. خب چند درصد یا چه مقدار یا چه بخشی از این گروه ها و این نظامی هستن، یعنی سپاه پاسداران هست؟ بخش عمده این گروه ها نظامی هستن. یعنی شما توجه بکنید به همون گزارشی که سال گذشته رویترز منتشر کرد از شرکت های تحت نظر آقای خامنه ای که در واقع بزرگترین حجم فعالیت مالی رو داشتن، بخش عمده هیئت مدیره این شرکت ها کسانی هستند که یا قبلا در سپاه پاسداران بودند یا ارتباط نزدیکی به دستگاه های امنیتی و نظامی ایران دارند. بنابراین بخش عمده این گروه نزدیک به دستگاه های نظامی، اگر بخوایم بگیم یه خود شاید کلی تر باشه برای اینکه منظور ما ارتش نیست، گروه های نزدیک به سپاه پاسداران هستند و دستگاه های امنیتی و اونها هستند که در واقع این مسیر رو اداره میکنن و من فکر میکنم که دولت فعلی ایران هم هیچ مسیری جز کار کردن با اونها پیش رو نداره در حال حاضر البته. و اما در این سوی قضیه آقای عبدیان، به نظر نمیرسه از اظهارات آقای جانکری و بقیه مسئولان آمریکایی و همینطور از اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی که مذاکرات اخیر ژنو چندان امیدوار کنده بوده، آیا حکومت ایران دست بالا رو در مذاکرات اتمی دارم ترکیه داره وانمود میکنه یا خیر چون این نیست؟ استنباط شما در واشنگتن چیز دیگری است احتمالا. مطلقا خیر، برعکس، ایران هیچ برگی از نظر، یعنی در موقعیتی نیست، در شرایطی نیست که شرایط خودش رو تحمیل بکنه. همونطور که گفتم یک توافق کلی تا حالا انجام شده است. فاکتورهایی که مونده است مورد اختلاف هست و از همه مهمتر چیزی که ایران تا حالا خواست اون رو تحمیل بکنه نتونست و اون جمله ای هست که اخیراً آمریکا در موافقتنامه گنجانده است، یعنی طرف مقابل نه فقط آمریکا، 5+1، و اون این هست که مفتشین سازمان انرژی اتمی در هر زمان و در هر وقت میتونن برن و در ایران این تفتیش بکنن تأسیسات اتمی رو. خب این رو در این مورد ایران مجبور شده است توافق کند، البته توافق رسمی هنوز نیست. و در موارد دیگه ای، این که در موارد دیگه ای که میدونی فاکتورهای اصلی این بود که چند هزار سانتروفیوژ اجازه داده بشه. ایران از داخلی گفته است که ما موفق شدیم در حدود 10,000 سانتریفیوژ رو قبول بکنیم از 20,000 سانتریفیوژی که ایران داره. 10,000 تا رو قبول کردن طرفای ما که ما داشته باشیم، ولی در حقیقت این درست نیست. درست است که 10,000 سانتریفیوژ رو اجازه داده شده است، ولی 9,000 از این سانتریفیوژ ها به اصطلاح R1 هست، سانتریفیوژ بسیار قدیمی هست که مطلقاً قدرت غنی‌سازی اینا بسیار بسیار کم هست و فقط 1,000 تا از قسمت R2 که تعداد غنی‌سازی اینا یک مقدار بالاتر هست اجازه داده شده است. بنابراین در این مورد هم تنازل کرده است. در مورد اینکه گفتم، در مورد اینکه چه وقت تحریم ها برداشته بشه، ایران خواسته است که تحریم ها در بلافاصله بعد از موافقتنامه
برداشته بشه، در حالی که طرفای مقابل گفتن که نه، ما ایران رو تحت کنترل و نگاه خواهیم کرد که چگونه ایران به اصطلاح این چگونه پیش میره. و بنابراین مسائل دیگری که مورد بحث هست در همه اون مورد تناظر شده است، مثلا در مورد زمان موافقتنامه الان ظاهراً 20 سال بوده تا 15 سال رو ایران قبول کرده، یا 10 سال رو حداقل قبول کرده، یعنی اینکه عمر این توافقات نامه 10 سال حداقل باشه یا 15 سال. و مسائل دیگه و مقدار اورانیوم غنی شده تعداد رو بسیار بسیار کم کردن، درصد اورانیوم رو، یعنی از 5% به بالا نمیتونه اورانیوم داشته باشه، و یک مقداری از این اورانیوم غنی شده در ایران رو باید به خارج بفرستن، و خیلی مسائلی که مورد اختلاف بوده تقریبا تمام اینها به نفع طرف مقابل و به ضرر ایران دارن انجام میشه. و ایران هیچ در شرایطی نیست که مخالفت بکنه، چرا که یعنی در واشنگتن اونهایی که طرفدار موافقتنامه هستن، طرفدار آقای کری، میگن که خب اگر موافقت انجام نگیره ایران میرود و برنامه اتمیش رو توسعه پیدا میکنه، ولی با چه پولی؟ ایران که پولی ندارد که الان خرج برنامه اتمی کند، درسته؟ بنابراین این هست که در لزوم ممکنه پولش هم تهیه کنه. بله؟ میگم در صورت لزوم اگر فقط مشکل پول هست، تهیه کردن پول چندان مشکل نخواهد بود برای 100% مشکل خواهد بود. شما اون حقوق این افراد کی باید بدهد؟ این وسائل رو که ایران میخرد در بازار آزاد حداقل 6 تا 8 برابر قیمت بیشتر به اینها میدهد و غیره و غیره، اینها پول میخواهد و پولهای میلیارد دلاری میخواهد. بنابراین اینطور نیست که ایران در شرایطی هست که پول داشته باشد. الان همونطوری گفتم حقوق کارکنان دولت رو به سختی میتواند بدهد. اجازه بدیم ببینیم واقعا مشکل اگر پول هست، اگر مشکل پول هست ممکنه خب او کارمندار رو نده، ولی خب بمب اتم واجبتر شاید باشه. آیا واقعا مشکل میتونه برسه به جایی که فقط کمبود پول باعث بشه که حکومت ایران دنبال بمب اتم نره؟ آقای رمضان پور البته من فکر میکنم که کمبود پول رو اگر به این معنا بگیریم که به هر حال تحریم ها فشار مالی رو بر ایران ایجاد کرده که این مؤثر بوده قطعا در اینکه ایران این تغییر مسیر رو از بعد از اومدن آقای روحانی و حتی از چند ماه قبل از اون در این بده که بره به سمت در واقع مذاکراتی که تا حدی تحریم ها رو برداره. به این معنا بله میشه گفت که پول میتونه مهم باشه، اما در مورد جزئیات فنی که الان در اونها درباره اونها گفتگو میشه، مثل مسئله سانتریفیوژ ها یا در واقع فعالیت کردن بعضی از مجتمع ها، در این مورد به نظر من مسئله مالی مسئله تعیین کننده نیست. یک دلیل فنی برای این مسئله دارم و یک دلیل سیاسی. دلیل فنیش این هست که بخش عمده اون چیزی که از نظر هزینه در واقع ایران باید تأمین میکرده تا این فعالیتشو تا اینجا انجام بده، حالا چه بپذیریم که میخواسته بمب اتم بسازه و چه نپذیریم که میخواسته بمب اتم بسازه، در حال تأمین کرده و مسئله اصلی ایران در حال حاضر ادامه فعالیت هاست و مسیر ادامه فعالیت ها، و نه در واقع تأمین کردن امکاناتی که پیش از این برای اونها به میزان زیادی هزینه شده. دلیل دوم من این هست که من فکر میکنم که اگر بیاد داشته باشیم از زمان شروع در واقع گفتگوها که منجر شد به اون توافق موقت، دو طرف پذیرفتند که گفتگوها محرمانه بمونه. ابتدا این رو ایران مطرح کرد و بعد هم در عمل چند بار مقامات امریکایی نشون دادن و یا تصریح کردن که پذیرفتن این رو.
اگر این رو بپذیری، من فکر میکنم که هیچ اتفاق نیفتاده که این مسئله محرمانه بودن برداشته بشه. پس اگر اینجوری نگاه کنیم، اون چیزی که به عنوان مسئله بر سر تعداد سانتریفیوژها یا زمانبندی گفته میشه، به نظر من نباید اون بخشی باشه که محرمانه باید میبوده باشه، برای اینکه اگر مسئله اینها بود که نباید در باردش گفتگو میشد، از ابتدا گفته میشد. این نشون میده که مسائل دیگری وجود داره که اون مسائل مسائل محرمانه است. به تعبیر دیگه میخوام بگم که اون چیزی که تعیین کننده است نه این جزئیات فنی است، نه اینکه میخوام اهمیتشون رو انکار بکنم، ولی معتقدم که اهمیت اول رو نداره. اهمیت اصلی در واقع اون گفتگوی سیاسی داره که بین دو طرف در جریان هست و اون رو ما از محتویات اون نمیدونیم. هم آقای کری همین روز گذشته اشاره کرده، آقای کری، که ما در حین گفتگوهای اتمی در مورد مسائل دیگه هم با ایران گفتگو کردیم. این نشون میده که مسئله جدیتر از این هست و اینکه آیا ایران میخواد بالاخره استراتژی خودش رو از در بنبست نگه داشتن این مذاکرات تغییر بده و برسه به یک فصل تازه همکاری، اون هست که به نظر من تعیین کننده است. آقای عبدیان، دولت اوباما متهم است اینجا در واشنگتن که در زمانهایی که لازم بوده در کنار مردم ایران باشه نبوده و در کنار حکومت هم بود. الان هم اکثریت کنگره، مجموعه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در دست مخالفان اوباماست که جمهوری خواهان باشه. تا چند اندازه پرزیدنت اوباما میتونه سیاست تاکنون دنبال شده خودش رو که برخی به سیاست مماشات با حکومت ایران تعبیر کردن ادامه بده در شرایطی که اکثریت کنگره در دست جمهوری خواهان هست؟ بله میتونه ادامه بده، برای اینکه از طرفی سیاستی که اوباما داره مورد قبول مردم آمریکا هست. ببینین آمریکا همه مردم آمریکا. بله همه مردم آمریکا. بله بله همه مردم. برای اینکه ببین چی سیاست اوباما رو در این پکیج به مردم آمریکا تقدیم کردن که ایران، که آمریکا بعد از 10-15 سال جنگ دیگه نمیخواد وارد جنگ های تازهی بشه. این یه بخش از سیاسته، بفهمید. بله این یک. و دوم این هست که همونطور که گفتم اوباما میگوید که هر توافقی بهتر از عدم توافق هست، بنابراین ایران رو اگر ما توافق نکنیم و ایران از منظومه رژیم NPT یعنی سازمان تحت پوشش سازمان ملل کنار میکشه و بعد دیگه هیچ کنترلی روی اون نیست و بنابراین یک نوع کنترل ما داشته باشیم بهتر از عدم کنترل هست. و اینکه اصولا مردم از جنگ خسته شدن و به دیپلماسی معتقد هستن، اینها رو میتونه ادامه بده. من تا اجازه بفرمایید، چون اینجا یک نکته حتما باید روشن بشه که اطلاعات دقیق‌تر باشه. ببینید اینکه مردم آمریکا اکثریت با جنگ مخالف هستن بده، طبق آخرین آماری که هست چنین هست، اما اینکه سیاست اوباما هرچه که هست، نه لزوما جنگ یا غیر جنگ، در برابر ایران مورد تایید همه مردم آمریکا هست چنین نیست. بله. برای اینکه نظرخواهی های مؤسسات مختلف خلاف اینو میگه و مکانیزم، شما قطعا میدونید مکانیزم ابراز نظر مردم یک مکانیزم مشخصش انتخابات به اصطلاح مردم است. من برای بینندگان توضیح میدم، اکثریتی که در دست مخالفان آقای اوباما هست معتقد هستند و برخی حتی از دموکرات ها که سیاست آقای اوباما در مورد ایران و برنامه اتمی ایران سیاست مورد پسند و تایید اونها نیست. بنابراین این یک ور دیگه است، نه لزوما اینکه همه این اکثریت رأی بدن به اینکه آمریکا جنگی تازه را بندازه علیه ایران که کسی نمیخواد. اکثریت مردم آمریکا جنگ نمیخوان و طبعا همه ایرانی هم کسی خواستار جنگی با ایران نیست یا حمله به ایران نیست، طبیعی است. این هست، این توضیح رو من دادم. منتظر این سیاست اتمی رو بفهمید. بله ببینین، یه جنبه دیگری که میخواستم بگم جنبه اقتصادیش هست. ببین اگر شما نگاه بکنید، تمام شرکت های بزرگ آمریکایی
طرفدار سیاست اوباما در این مورد. چرا؟ برای اینکه این شرکت‌های بزرگ، به خصوص شرکت‌های انرژی، شرکت‌های نفتی، ایران رو به عنوان بازاری نگاه می‌کنن که می‌خوان برن و این بازار رو دوباره به دست بگیرن. معتقدن که این بازار الان دست شرکت‌های اروپایی و چینی و روسی و اندونزی و غیره افتاده و چرا شرکت‌های آمریکایی استفاده نکنن. و خب این یک جنبه اقتصادی هست، صادرات هست و کار هست. ولی چیزی که شما گفتین درسته. ببینید، یک قشری از جامعه هست میگویند که خب اوباما دارد به حکومتی که مردمش طرفدارش نیستن، حکومتی که در حال مرگ هست، این رو دارد جان دوباره میدهد. و حکومتی که همه، شما به درستی فرمودین که تمام شواهد نشون میدهد که میگن ایران در منطقه یک نقش فوق‌العاده منفی و مخرب بازی میکنه. آن وقت این قشری که در آمریکا هست و مخالف اوباما هست میگوید خب این حکومتی که بر مردم تکیه نمی کند و در حال مرگ هست و اینکه از نظر اقتصادی تحت فشار هست و حکومت دموکراتیکی نیست، حکومت ایدولوژیکی هیچ، حکومت غیره هست، چرا اوباما دارد کمک می کند که این جان دوباره بگیرد و این رو بر مردمان ایران تحمیل بکند؟ به نظر من این چیزیست که نه اوباما و نه طرفداران نتونستن هنوز این جواب رو بدهن. ببینید، در موافقت نامه که داره امضا میشه یک بخشی هست در مورد زمان، یعنی حیات این موافقت نامه. وقتی که این مسئله به اصطلاح علنی شد که آمریکا میگوید که حداقل برای 10 سال ما میخواییم این توافق باشد، بعضی ها اینجوری تعبیر کردن که آمریکا میگوید این رژیم تا 10 سال دیگه پابرجا خواهد موند و احتمالا تنظیم کرد کاخ سفید که موافقت کرده با 10 سال توافقت رو و بعد از 10 سال امکان دارد این حکومت از درون عوض بشه. و این رو هنوز هم میگم اوباما و کاخ سفید چیزی در این مورد صادر نکرده است که این آیا حیات موافقت نامه است یا بر مبنای تحلیل هایی هست که سازمان های امنیتی اینجا دادن. و همونطور که اشاره کردم کاخ سفید تکذیب کرد اینکه توافقی انجام شده برای 10 سال توافق اتمی بین ایران و آمریکا و یا هر توافقی در این زمینه زمانی. پی میگیریم تفسیر خبر رو. نگاهی خواهیم انداخت به سیاست حکومت ایران در منطقه و پیامدهای اون برای ایران و مردم ایران و همچنین خبرهای دیگر عرصه داخلی ایران. تا لحظاتی دیگر. آقای رزانفور، همونطور که اشاره شد آقای جان کری کنگره آمریکا صحبتهایی که داشت از جمله به این نکته اشاره کرد که حکومت ایران با حمایت از حوثی‌های یمن تونسته که حکومت قانونی اون کشور رو به اصطلاح سرنگون کنن و خلاصه صحبت از دخالت ایران کرده در اوضاع داخلی یمن یا امور داخلی یمن. از اون طرف هم آقای تمیم بن حمد امیر قطر اینجاست، در واشنگتن بود دیروز، مصاحبه مطبوعاتی که داشت با آقای اوباما. ایشون هم اوباما این صحبت رو کردش که به هر حال فشارها بر ایران به خاطر اقداماتی که در منطقه انجام میده ادامه پیدا خواهد کرد. حالا این حرف رو برای دلخوش کنن که امیر قطر زد یا نزد، اشاره هم البته نکرد به خود دولت قطر در امور داخلی خیلی از کشورهای منطقه که میدونم قطر متهم است. پرسش این هست که
جدا از اون چی که کری و پرزیدنت اوباما گفته، واقعا سیاست ایران در منطقه تا چند اندازه به سود ایران هست، مساله و منافع کوتاه مدت و دراز مدت ایران هست. من فکر میکنم کلی گفتن یه خورده سخته، برای اینکه خب ایران سیاست های بعضی وقتها در واقع متناقضی رو دنبال میکنه و همینطور از درون ایران در واقع نیروهای مختلف از سیاست های مختلف دفاع میکنن. مثلا در مورد یمن که شما اشاره کردید، خب ما میدونیم دخالت ایران در یمن، حالا چه به شکل سیاسی چه به شکل حضور در واقع مالی و بعدن هم کمک به نحوی امنیتی و نظامی، امر تازه ای نیست، ولی خب همیشه یک تعادلی بوده که در یمن ایجاد می شده به دلیل تعادلی که ایران مجبور بوده در روابط خودش با عربستان سعودی داشته باشه به عنوان قدرت منطقه دیگری که در یمن در واقع مؤثر هست و ذی‌نفوذ. اما وقتی که روابط ایران و عربستان تبدیل میشه به یه روابط سرد و بعد یک روابط همراه با تنش، خب این تنش خودش رو در یمن نشون میده. منظورم اینه که اگر در کل بخوایم بسنجیم، میتونیم بگیم که سیاستی که ایران داره به کار میبره یک سیاست در واقع یک پایه است. یک پایه که میگم به این معنا که بیشتر داره از عوامل نفوذ امنیتی و نظامی خودش در منطقه برای اعمال فشار استفاده میکنه و تکیه کمتری داره بر فرصت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که ایران میتونه در این مناطق داشته باشه. بنابراین روابط ایران رو با کشورهای منطقه همیشه روابطی همراه با تنش، شکنندگی و مناسبات دولتی و امنیتی و نظامی میکنه و از گسترش روابط مردم ایران، روابطی که میتونه روابط گسترده اقتصادی باشه به اقتصاد ایران کمک بکنه، روابطی که میتونه روابط گسترده فرهنگی باشه و در واقع به ارتباط فرهنگی مردم ایران و بقیه کشورهای خاورمیانه کمک بکنه، کمتر باها داده شده. بنابراین اگر به این معنا نگاه بکنیم، به نظر من متاسفانه سیاست منطقه جمهوری اسلامی یک سیاست مخرب هست در درجه اول برای حفظ رابطه عمیق فرهنگی مردم ایران با کشورهای منطقه. و شما آقای عبدالمعدل این سیاست منطقه‌ای و خارجی ایران رو چطور عجب؟ بله. ببینید، این در حقیقت همون در راستای سیاست ایران هست، سیاست توسعه طلبانی هست که در چارچوب اسلام و جهان عرب میخواهد کاسته است و میخواهد در جهان عرب نفوذ بکند و نه فقط خود را رهبر مسلمان شیعه، بلکه حتی سنی ها میداند. میدونید بعد از و از حوثی ها هم به عنوان یک سکوی پرش، همونطور که از حزب الله لبنان استفاده میکنه و بر لبنان سیطره کرده و در سوریه و در عراق، الان هم در یمن. اینکه ایران ببینید 100% میدونید زیدی هوتی ها باید از اونها به نظر من باید دفاع کرد به عنوان یک اقلیت، یک اقلیتی که در یمن بوده هستند و حق و حقوقی دارن، منتها جمعیت اونها فقط یک سوم بیشتر نیست و دهه ها هست که مبارزه میکنن. صحبت این هست که یک مرتبه در یکی دو سال گذشته چگونش یک اقلیت ملی اتنیکی مذهبی به این همه پول و تانک و توپ و غیره دست یافته است. اینکه وقتی که ایران میگوید در یمن نیست، به نظر من این کذب هست، برای اینکه باید دید که خب حوثی ها منبع درآمدی دارن که میتونن تانک های بزرگ بخرن. این از یک طرف. طرف دیگه این هست که رولی که ایران در یمن بازی میکنه که میخواد به حوثی ها کمک کنه که قدرت رو بگیرن، این خارج از واقعیت هست. و از طرف دیگه رقابت ایران با عربستان و سعودی هست در یمن، یعنی این که جنگ نیابتی هست. ایران به اصطلاح به یک طوری میخواهد از عربستان سعودی انتقام بگیرد، برای اینکه
ایران عربستان سعودی رو مسئول کاهش قیمت نفت میداند و به عربستان سعودی نشان داده است که در مرزهای جنوبی آن مستقر هست، یمن شمالی رو در دست دارد، دارد بر تنگه باب المندب و عدن دست پیدا میکنند و از همه مهمتر ببینید از یه طرف به حوثی ها کمک میکنند ولی از طرف دیگه به حتی به اونهایی که نیروهای استقلال طلب جنوب با آنها هم رابطه دارد و اینها علنی شده است. بنابراین 100% سیاست نیست که به نفع مردم ایران باشد، نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی. آقای رمضان پور، اساسا سیاست خارجی، سیاست منطقه‌ای، مثلا منطقه‌ای حکومت ایران یک سیاست یک پارچه است و یک نهاد مسئول اون هست یا نه چون این نیست، نهادهای مختلفی هست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تعیین میکنن و منطقه ایران. به طور نمونه آقای رفسنجانی و بقیه بسیار مایل بودن که روابط تهران و ریاض رو درست کنند، هموار کنند. در دوره آقای خاتمی هم این تلاش شد، حالا با چه هدفهای بحث دیگری. اما شما میبینید یک مرتبه یک مقام اثرگذاری مثل آیت الله جنتی در مورد درگذشت پادشاه عربستان چیزایی میگه، حرفایی میزنه که خب معمولا از یک رهبر مسلمان مذهبی بعیده و اثر میذاره روی چنین روابطی. آیا سیاست خارجی دست وزارت خارجه است، دولت، سپاه پاسداران، بیت رهبری، هیئت متوسلین به حضرت ابوالفضل در تهران پارس، بسیجه که آقای سعید قاسمی هم گاهی حرفایی میزنه، دست کیه یا مجموعه از همینه؟ خب ببینید از همین صحبت آقای جنتی شروع کنیم. اون صحبت توهین‌آمیز آقای جنتی درباره پادشاه در واقع فقید عربستان به نظر من صریح‌تر از اون بود که آقای جنتی، حتی با استناد به اینکه آقای جنتی پیر هست و مانند اون، نمیشه گفت که اون بدون اطلاع از پیامدهای حرف خودش این حرف رو زد. من فکر میکنم که اون حرف آقای جنتی در واقع پیام بخشی از حکومت ایران بود که میخواست در واقع تشدید بکنه این تنش میان ایران و عربستان رو. دلیلی هم که برای این دارم اینه که شما همین چند روز پیش هم میبینید باز آقای طائب فرمانده قرارگاه در واقع عمار، اون هم دوباره همون حرفا رو تکرار کرد و اینها نشون میده که اصلاً یک بحث فردی نیست. واقعیت اینه که از بعد از ماجرای عراق، یعنی جنگ میان امریکا و عراق، قدرت سپاه قدس و سپاه پاسداران به طور کلی در عراق، در سوریه، در عرب، در لبنان و همینطور بعداً در یمن به شکل عجیبی گسترش پیدا کرد و به تدریج قدرت اداره سیاست منطقه‌ای از دست وزارت خارجه که میتونیم بگیم تقریبا تا حدود 10 سال پیش نقش عمده رو در هدایت اون داشت خارج شد و افتاد به دست سپاه پاسداران و در واقع تصمیم گیرندگانی که در سپاه پاسداران تصمیم میگیرند درباره مسائل منطقه. بنابراین به طور مشخص میشه گفت که دو جریان عمده در سیاست ایران وجود داره، جریانی که در وزارت خارجه قدرت داشت و هنوز داره تلاش میکنه که یک سیاست معقولی رو پیش ببره و جریانی که سپاه پاسداران از اون حمایت میکنه به واسطه نیروی نظامی که در بیرون از ایران داره، چه در قالب سپاه قدس و چه در قالب حمایتی که از افراد میکنه در جای دیگه. بنابراین من فکر میکنم که این تنش میان دو گروهی که میخوان بر سیاست منطقه ایران مسلط باشن، همونطور که در درون ایران جریان داره، در بیرون از ایران در سطح منطقه هم جریان داره. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم آقای عبدیان. خیلی برای این عقیده هستن که جریانات به هر حال زیر بیرق‌های مختلف اسلامی که در منطقه برافراشته شده، اینها تحت تأثیر انقلاب اسلامی نیز بودن، یا به عبارت دیگه اون چی که آقای علی اکبر ولایتی عنوان کرده بیداری اسلامی با انقلاب اسلامی، ویروس ها، سلول ها، هرچی که هست، انواع و اقسام گروه هایی که اعتقادات اسلامی داشتن به راه افتادن و
الهام گرفته از پیروزی انقلاب اسلامی برکت افتاده. این تا چند روزه واقع بینانه است آقای؟ هست دیگه واقعا. شما نگاه، یعنی خلاف اون رو نمیشه ثابت کرد. ببینین اصلا اسلام سیاسی از انقلاب ایران شروع شد، یعنی اینکه در کشوری وقتی که آیت الله خمینی به قدرت رسید، اینکه جهان به اصطلاح شیعه 12 امامی رو و اسلام رو به عنوان محور اصلی حکومت انتخاب کردن و این فاصله بین حکومت کردن و از بین بردن و اینکه قوانین اسلامی رو جانشینش کردن و اینکه رهبران اسلامی رو در مثلا قدرت‌های مثل وزارت عدلیه یا وزارت دفاع و غیره و غیره گذاشتن و شکی درش نیست که ریشه‌اش در اونجا هست. و اینکه الان فقط مردم چیزی که شاهد هستن یک نوع سنی اون چیزی هست که در ایران موجود بوده است و هست و برای 36 سال گذشته در ایران انجام گرفته. آقای رمضان پور، من یه پرسش از شما دارم. ببینید، به نظر میرسه مسئولان جمهوری اسلامی کار روزنامه نگاری یا گزارشگری رو انجام میدن، گویا که مسئول نیستن در مورد مسائل کشور. وقتمون هم کم هست. مثلا آقای اسحاق جهانگیری میاد خبر میده 16000 میلیارد تومان کسری یارانه داریم، قوه قضایی معاون رئیس جمهور میگه 10 میلیون پرونده داریم، خانم ابتکار میاد و میگه که خب شکار حیوانات کمیاب باعث نابودی اونها میشه، همون توضیح وازاد. خب همه اینا مسئولای کشور هستن ظاهرا، به کی گزارش میدن؟ چه کسایی باید جلوی این مسائل رو بگیرن؟ متاسفانه به دلیل نبودن سیستم رسانه‌ای و روزنامه های مستقل که اونها در واقع اطلاعات رو منتقل بکنن، رسانه های ایران تبدیل شدن به تریبون های تبلیغاتی مقامات دولتی ایران از جناهای مختلف و بیشتر از تریبون های رسانه‌ای برای تبلیغات سیاسی خودشون استفاده میکنن تا اینکه اطلاعات دقیق داده بشه. کمان که میبینیم اطلاعاتی هم که میدن معمولا دقیق نیست و یک جانبه است. بنابراین تا وقتی که شفافیت رسانه‌ای وجود نداره، ما متاسفانه با این نوع تبلیغات تریبونی مقامات همچنان باید خو بکنیم. خب اون به جای خود، اما این ناشی از این نیست که صلاحیت چنین سمتایی نداره، یعنی مدیریت این کار نداره. این که خانم مثلا ابتکار بیاد بگه که مثلا گرد و خاک و طوفان شن و اینا باعث بیماری میشه، خب این همه میدونه از ایشون به عنوان مسئول حفاظت محیط زیست انتظار میره که بیاد برنامه‌ای بده که چجور میشه جلو این گرد و خاک رو گرفت. یا 10 میلیون پرونده قضایی داریم، چرا باید داشته باشیم و چجور میشه ایران رو رسون به جایی که این همه چیز نداشته باشه، پرونده قضایی نداشته باشه؟ اینا مسئولیت نیست. خب این دلیلش اینه که سیستم مدیریتی و کارشناسی مبتنی بر نخبه سالاری و تخصص در ایران به ویژه در 10 سال گذشته، البته در کل 30 سال گذشته زیر ضرب بوده و به ویژه در 10 سال گذشته انقدر ضعیف شده که در واقع انگار اداره کردن سیستم دست همون مدیران بالاست، هم اونا تصمیم میگیرن هم حرف میزنن و خب بدنه تخصصی و کارشناسی جدی اجازه داده نمیشه که در وزارتخونه ها و نهادها شکل بگیره برای اینکه بتونه کار رو در عمل پیش ببره. بنابراین این تبلیغات سیاسی بعضی وقتا اهمیت بیشتر از عمل پیدا میکنه. سپاسگزار هستیم آقای اصغر رمضان پور در لندن و با سپاس از شما آقای کریم عبدیان در واشنگتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمد آفتاب از فراز البرز، سندو، سبلان، آسماری، کوهستان، دنا، تفتان و زاگرس تا بشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.